سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت، مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. امشب تو مهلا دو تا مهمون خیلی عزیز داریم، دو تا پهلوون، دو تا قهرمان، دو تا جوان رشید، آقا امیرحسین زاره و امیر محمد یزدانی. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم. به نام خدا، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ایام و تسلیت میگم به همه مردم عزیز ایران و در خدمت شما هستم. نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. در خدمت تو محرم هم تو اردو این؟ والا پارسال تمام ایام محرم رو تو اردو بودیم، ولی یه چند شب به هیئت ها و اینا رفتیم. هیئت شما هم اومدیم؟ بله، شهر تاسو. بله. تعریف کنیم شال از اون شب. آقا امیرحسین، شما با سنی پیشکسوت کدومه؟ هم سنیم آقای محمد دو ماه خورده ای از من بزرگترم. چند سالته؟ من 8/7/79 دنیا اومدم، تقریبا 23. مدالاتون هم بگین جوان ها بدونن. تو مدال امیر آقا دیگه؟ نه، سوال همیشه از پیشکسوت میکنم. بفهم. حالا یه ماه دو ماه نداره دیگه. من والا یه نقره بزرگسالان جهان دارم. یه دونم که حقت بود و حالا قسمت نشد. آره انشالله. شما هم مثل ما؟ حقیقتش اولین سالی که خب تو ردای سنی نوجوانان و جوانان و امیدها هم من هم امام محمد جان مدال جهانی آسیایی گرفتیم، ولی خب اگه بخوایم از بزرگسالان بگیم، یه برنز المپیک توکیو، یه طلای جهان 2021 و یه برنز جهان هم تو 2022. امسال هم اگه خدا بخواد توی جهانی سربستان 2023 ملی پوش ایرانم، امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو برای هموطنهای عزیزم بگیرم. سال هم بود فکر کنم ما سنگین وزن مدال نداشتیم. تو مدال داشتیم ولی طلا از آخرین باری که طلا گرفتیم 33 سال پیش زنده یاد علیرضا سلیمانی گرفته بودن. بعد از علیرضا سلیمانی شما اولین طلا؟ 32 سال بعد من گرفتم. بعد ماشاءالله، هزار ماشاءالله. خیلی هم چسبید. سلامت باشی. ممنون. چرا اون خطه اینجوریه؟ والا ما که جویبار مازندران رو میگم. بله دقیق بگیم به خاطر شرایط آب و هوایی است، به خاطر شور و حال و اشتیاق و علاقه مردم مازندران به این ورزش. خب ورزش کشتی محلی هم داریم که خیلی ازش استقبال میشه و کشورهای حاشیه دریای خزر مثلا روسیه، قسمت داغستان، حالا مازندران و حالا بقیه آذربایجان. این خطه از قدیم میگن که کشتی خیز بوده و کشتی یا پهلوانی کدومش؟ اصلا پهلوانی، یعنی توی خطه شما اون چیزی که ارزش داره پهلوانیه؟ دقیقاً پهلوانیه. من براتون مثال بزنم، ارزشی که برای پهلوان قائلن، یه بچه مثلا هولوش 8-9 ساله وقتی دوبند میپوشه میاد رو دوشک، انقدر بهش بها و ارزش میدن، صداش میکنن پهلوان. این ارزشه و به نظر من نظر لطف مردم به این ورزش که ورزش اول مملکتمونه، امیدواریم که تداوم داشته باشه و همیشه بتونن پهلوانها، ما ازشون یاد بگیریم و به درد مردم بخوریم. ای محمد، به کی میگن پهلوان؟ پهلوان به نظر من کسیه که آزارش به دیگران نرسه و به دیگران حالا کمک میکنه، حالا اینو کار ندارم، ولی آزارش به کسی نرسه، ضعیف کشی نکنه. آفرین. ضعیف کشی نکنه دیگه. حالا ما کشتیگیرا معمولا بدنشون درشتره، حالا من کوچولوشونم،
ماشاءالله. مثلا امیر حسین درشته، بچه های دیگه هیکلی هن بخوان از این سوء استفاده کنن درست نیست، و به نظر من بچه های ما همه پهلوانن، همه کشتیگیرا، و امیدوارم که ما هم بتونیم این راه ادامه بدیم. مرام پهلوانی از کی یاد گرفتی؟ اگه حالا من خودم برمیگردم به عقب، چون اولین ورزشی که شروع کردم ورزش باستانی بود، تو گود زورخونه یادم بچه بودم وقتی همین که پا میذاشتیم میگفتن علی یا علی یا علی، این مولا علی دیگه پهلوان پهلواناست، و این به همه مردم جهان ثابت شد. و همیشه هم پهلوانی که از مولا علی مدد نگیره اصلا نمیشه اسمشو پهلوان گذاشت. اسم علی میاد همه یاد پهلوانی میافتن. به نظر من مرام پهلوانی از اونجا نشأت میگیره. حالا آقا امیرالمومنین که پهلوان پهلوانا، جوون مرد همه عالم، و مثلا تو نسل ما تا اسم پهلوانی میاد و کشتی و اینا، خب یه اسمی زنده است، اونم اسم آقا تختیه. میدونم شما هم شب یه وقتی دارین میخوابین دارین فکر میکنین که میشه یه روزی ای محمد هم بشه یا آقا تختی، امیر حسین هم بشه یا آقا تختی. حتما می فکر کردین درسته؟ سخته فکر کردم. سخته بهش. ولی چی شده که یه آقا تختی به وجود اومده؟ والا ما حالا اون زمان رو که ندیدیم، ولی تعریف هایی که میشنویم، مثلا فیلمش رو دیدیم، مستندش رو دیدیم، یه از خودگذشتگی که ایشون داشتن و به خاطر خودشون مثلا یه چیزو کنار میذاشتن به خاطر مردم. سوال از شما بپرسم آقا تختی، وقتی اسم تختی سر زبونا میاد فرق نداره، همه ورزشکارا، خب یک مرام و یک معرفت و یک منش خاصی به ذهن آدم میرسه که خیلی خوب آدم بتونه الگو برداری کنه. به نظرم بعد از آقا تختی هیچ وقت اون داستان به اون شکل تکرار نشد، اما داریم الان عزیزانی رو، قهرمانهایی رو که راه آقا تختی رو ادامه میدن و دست مظلوم رو میگیرن، نمیذارن حق مردم، حق مظلوم ضایع بشه، از مردم حمایت میکنن و این خوشحال کننده است و رضایت بخشه. خب تختی به نظر من یک انسان خارق‌العاده، و آقا محمد حسین اینم هست، همیشه میگن الکی اسم یه آدم بزرگ نمیشه، یعنی سر زبان خدا عزت میده. بله، و اون شرفی که آقا تختی داشته حتما یه چیزی، یه بزرگواری بوده که بعد از فوتشون خدا اینجور اسمشون رو سر زبان رو هنوز نگه داشته، روحشون شاد باشه. بله. بریم سراغ بچگیاتون. دوران محرم چجوری بوده؟ شما کجا بودین؟ کدوم حسینیه؟ والا ما رسم داریم توی سمت جویبار، تاسوعا، عاشورا، مردم دو تا روستان، یه روستای لاریمه، یه روستای کردکلا. تاسوعا، روستای لاریم، در خونه مردم بازه بعد از دستروی و این داستانا، از مردم پذیرایی میکنن. و روستای مادر بزرگ مادری من میشه کردکلا، که ما اونجا هر سال حالا به نوعی میشه که گفت نظری میدادیم، در خونه رو باز میکردیم، مردم میومدن، مهمون داشتیم. و این ده روزی که حالا از روز اول تا عاشورا ما همراه خانواده مون کلا وسایل مون جمع میکردیم میرفتیم روستا. امیر حسین، ای محمد گفت یه روستا تاسوعا، یه روستا عاشورا، در خونه ها باز، اینا چیه داستانش؟ یه رسم و رسوماتی هست تو اکثر شهرهای مازندران، حالا جویبار، تو آمولم هست، با اکثر شهرها هست. روز تاسوعا و عاشورا دو تا روستا میزبان عزاداران امام حسین میشن، یعنی در همه خونه های اون روستا بازه و مردم از همه جای مازندران هم ناهار تاسوعا هم ناهار عاشورا به اون خونه ها میرن. هر کی که رسید در هر خونه بازه، میتونه تو هر خونه بره و پذیرایی خوبی میشه از طرف خادمین امام حسین که مردم اون روستا هستن. و این رسم تو اکثر شهرهای مازندران، این هم مثل سنت اربعین که در خونه مردم، دقیقاً بله، عراق بازه. اما محله ما که من حالا از طرف مادری میریم سمت رینه لاریجان، چون مادرم اونجاییه، مراسم تعزیه آب گرم معروفی داره. آره، آب گرم معروفی هم داره.
مراسم تعزیه خونی برگزار میشه که بسیار بسیار باشکوه و خدمت بسیار بالایی هم داره توی تکیه رینه و ده روز محرم به علاوه یک روز بعد عاشورا هم تعزیه برگزار میکنن. بسیار فضای معنوی قشنگی داره. تو مازندران اکثر عزاداری ها، یعنی تعزیه به معنای عزا یا اون نمایشه؟ نه، به معنای عزا، یعنی مثلا مراسم عزاداری، داستان شهادت حضرت قاسم، حضرت عباس، علی اکبر، امام حسین، خود امام حسین و حر ریاحی، توبهش، همه اینا با نمایش و عزاداری بسیار بسیار مراسم باشکوهیه. میخواستم بگم تو مازندران رسم و رسومات هنوز، یعنی از قدیم الایام باقی مونده. به صورت دستروی صفای منظم هم خانوما هم آقایون، حالا هم سینه زنی دارن هم دسته زنجیر زنی دارن، اینا همه مثلا با هم با برنامه‌ریزی خاص رئیس هیئت دارن و خیلی اون فضا فضای قشنگیه و همه چی با برنامه‌ریزیه. شبا هیئت‌های قشنگ داره و هر چی به عاشورا نزدیک‌تر میشه دستروی‌ها با شکوه‌تر و شلوغ‌تر میشه. ما خودمون هم هر موقع که حالا ایام محرم اگه تو اردوی تیم ملی نباشیم و بتونیم به محلمون بریم، تو این عزاداری‌ها با افتخار شرکت می‌کنیم. یعنی دلتنگ الان که تو اردویی دلتنگ میشی برای این شبا؟ چون معتقدم که امام حسین که به عزاداری ما نیازی نداره، ما کارمون لنگه اوناست. ما هر جا به تنگنا میرسیم، هر جا دیگه از همه جا ناامید میشیم، اهل بیت رو صدا میکنیم و وظیفه‌مونه. به نظرم کشتی بالا و پایین زیاد داره دیگه، زمین میخوری. آره. اون لحظه که میخوری زمین کیو صدا میزنی؟ بعد از اون لحظه زمین خوردن، خب ممکنه برای هر قهرمانی اتفاق بیفته، حالا میشه اسمشو باخت گذاشت، ولی دوباره بلند شدن و بهتر شروع کردن خیلی مهمه. مدد گرفتن هنگام بلند شدن و شروع دوباره اینجا مهمه. من خودم آقا امام حسین، آقا ابوالفضل، امیرالمومنین و آقا علی ابن موسی رضا رو خیلی صدا میزنم، اصلا امام رضایی هم شدید، و خودم هم با افتخار این مقام رو دارم که خادم امام رضا هم منم هستم بعد یه سال عرضم به حضور شما. و بعد از جهانی نروژ سال 2021 که طلای جهان گرفتم، اولین حرفی که به زبون آوردم از توشک اومدم پایین این بود که یا امام رضا نوکرتم. و ناخواسته، یعنی من اصلا در جریان نبودم، اون فیلم وایرال شد تو فضای مجازی و امام رضا منو تلوید و خادم امام رضا شدم. الحمدلله. و جا داره بگم که مدال ناچیز طلای جهانم اهدا کردیم به آستانه، موزه آستانه قدس رضوی. طفل بودم ترانه خوابم این چنین خوانده است مادر من، یار بی دستیت امام رضاست، همه هستیت امام رضاست. امیر محمد تو چی زمین میخوری؟ والا من از بچگیم مثلا صبح میخواستیم بیدارشیم و از جامون بلند شیم، مادرم میگفت ای میومد بالا سرم یا علی بسر یا علی بلند شو این داستانا، و اگه زمین بخوریم دستمون که میزنیم زانمون اولین چیزی که میگیم کلان یا علیه. و رمز پیروزی هم داره تیممون که اون داستانش فرق میکنه. سه سال الان این رمز رو داریم، همه با هم میگیم یا ابوالفضل، و خیلی یا ابوالفضل انگیزه میده به ما. این خارجی ها نمیپرسن که این اسم چیه؟ خارجی ها مثلا ما گرد میشیم، کاپیتان دستو میذاره، آقا بجمان، بقیه بچه ها، امیر حسین، و وقتی که میخوایم این شعار رو بدیم، من خودم چون بیشتر به دور و اطراف دقت میکنم، همیشه حواسم هم به دور، همه فیلم میگیرن. جالبه برای حالا الان مثلا حریفت ازت بپرسه که این کیه صدای زدی، میگی کی؟ مثلا من الان یه حریف روسی ازت بپرسم کیو صدا زدی؟ یه بار اتفاقا صحبت کردم با یه دونه کشتیگیر روسی که اردو بود داخل همین مجموعه ورزشی، صحبت شد و فلان این داستانا، مثلا پرسید آقا اسمان زده دیگه تن دیوارا، خودم یه آدم قدرتمندی که جلوی ظلم وایستاد و سر جلو ظلم خم نکرد،
و واسه ما ایرانی ها، حالا مسلمان های که شیعه هستیم، خیلی عزیز. بچه نوجوان مردانه زن و بچه شو به اسارت بردن. اصلشون سرخم نکردنه بود جلو ظلم. به نظر من کاش ما هم یاد بگیریم هیچ وقت جلو ظلم سرخم نکنیم. امیر حسین چی کار باید بکنه؟ ببین خیلی الان چشمشون به حسن یزدانیه، به امیر حسین زارست، به امیر محمد یزدانیه، به بقیه بچه ها. به عنوان کسی که خودت هم شاید نخواستی، ولی دیگه آروم آروم الگو میشی برای این جوونا. باید براشون چی کار کنیم؟ چهره واقعی اسلام به نظر من نیاز به تبلیغات نداره. کافیه همیشه یه اصطلاحی هست میگم با ائمه معامله کنی، یعنی باشون ببندی و ازشون بخوای. اونا که به ما نیازی ندارن، ماییم که زندگیمون لنگشونه و کافیه جوونا ایمانشون رو قوی کنن و به این مسائل فکر کنن. یه مقدار معرفت تو این قضیه، یه مقدار تفکر، متوجه میشن که برای مثال حسن یزدانی وقتی سیمش وصله، وقتی معتقده و داره زندگی خوبی داره و پاک و تمیز زندگی میکنه، بله، و همه هم دوستش دارن، خب چرا یه جوون مثل من از حسن یزدانی یا از امیر محمد یزدانی یا از هر کی که به ائمه علاقه‌مندان الگو برداری نکنی؟ و به نظرم من خودم آماده هستم، مثلا براتون مثال بزنم، تو مسابقات جهانی قبل اینکه بریم رو دوشک اسممونو میخونن، یه تونلیه بعد تاریکه، بعد یه دفعه میری تو کلی جمعیت. شاید گفتنش درست نه، خیلی وحشتناکه، خیلی استرس داره برای کشتیگیرا. اونجا من تنها اسمی که به ذهنم میرسه آقا ابوالفضله. یا ابوالفضل، میگم خدا یا شجاعت آقا ابوالفضل تو وجود من بیار، منو یه مقدار یاد اون شجاعتش بنداز تو وجود من که من زانوام نلرزه، بازوام سست نشه، بتونم پرچم ایران رو بالا نگه دارم، بتونم اون اقتداری که آقا ابوالفضل داشت ازش، آره، دل مردم رو شاد کنم. دقیقاً امیر محمد، همین تونل و ورود و تو حالا چجوریه اون وقتا؟ خب همونطور که امیر حسین گفت، یه حس خاصی داره که ترس هم جز شاملش میشه. و خب من همیشه صحبت میکنم مثلا با بزرگترم، مثلا از امیر حسین هم همیشه مثلا کمک میگیرم توی بعضی از موارد. یه جا حتی امیر حسین کوچ من نشست، مربی من بود حتی توی یه سری از مسابقات. سوال که کردم مثلا اکثرا بهم میگفتن اسم مثلا ابوالفضل، حضرت ابوالفضل یا حسین، اینا رو بگی استرست کم میشه. منم اوایل مثلا میگفتم نه بابا همچی چیز ازن نیست. این اواخر یه بار امتحان کردم، دیدم که رو من واقعا تاثیر داشت، ترسم کم میشد و دیگم الانم رو دوبندم اگه دقت کنین نوشته یا ابوالفضل هست. همیشه رو دوبنده می‌نویسی یا ابوالفضل؟ آره، اینجا یه یا ابوالفضل میزن. نمیترسی از این که مثلا عقیدتو بگی؟ ترس که چرا بترسم؟ الان ما خب ما توی دنیا فقط مذهبی نیستیم، هستن مسیحی داریم، چه میدونم حالا دینای دیگه. که من دقت کردم کشتیگیر ارمنی یه صلیب دور گردنش بود، موقع وسکشی در میاد میبوسیدش، میذاشتش کنار و حالا ما هم بهش احترام میذاشتیم. و منم حالا مسلمونم، حالا یه سری اعتقادات من دارم و خجالت نمیکشم. به ما چی آقا میرسیم؟ من رو دوبندم مینویسم یا سامن الحجج یا امام رضا. رضا. خیلی امام رضایی. بله دیگه. خب من یه مسابقه بود توی امیدهای جهان، تو قبل فینال 7 از یه حریف قزاق افتاده بودم عقب. پدرم تو محل کارش با لباس کار، اینو دوست پدرم که اونجا نشسته بود برام تعریف میکرد، تو محل کار داشت از طریق موبایل کشتیمو میدید. بعد من که 7 افتادم عقب، خب پدر دیگه خیلی قلبش لرزید و استرس، و اومد بیرون از مغازهش داد زد گفت یا امام رضا اگه وجود داری الان من میخوامت، به داد پسرم برست. من اون مسابقه رو 7 عقب بودم، 17 7 بردم.
ماشاءالله. بعد تو اون مسابقه هم ستاره مسابقات شدم، تا فینال همه حریفامو در فینال هم حریفامو دهیچ کردم. اصلا به نظر من وقتی میشه بدون هیچ سوختی، بدون هیچ هزینه‌ای به این شکل کمک گرفت، کمک ویژه گرفت، چرا؟ چرا نه؟ یا امام رضا، صدای پدر امیر حسین شنیدی؟ صدای همه پدرای خوب و مظلوم این کشورم بشنو. یه وقت این شبا پدری شرمنده اولادش نباشه تو این روزگار سخت. یا امام رضا هوای همه جوانامونو داشته باش. ما امیدمون و تکیگاهمون از بچگی یاد دادن که شمایی. هر موقع گره داشتیم، گرفتار بودیم، خودمونو رسوندیم حرم شما. ما ملجأ و پناهی غیر حرم شما نداریم. همونطوری که شنیدی صدای پدر امیر حسینو، صدای همه حاجت‌دارا رو بشنو. نمیدونم چرا امسال خیلی محلمون امام رضایی. الحمدلله الحمدلله. آقای محمد، پارسال همین وقتا بود دیگه، همین شبا بود، یه هایی من دیدم این در سمت چپ من کنار منبر باز شد و یه مش پهلمون اومدن تو. بودین دیگه، همه بودن فکر کنم. حسن آقای یزدانی بود، شما بودین، آقا پژمان بود، کامران قاسمپور بود، کامران بود، یونس امامی بود، آقا رحمان عموزاد بود، آره رحمان هم بود. بله برامون تعریف کن من اون شب چجوری بود. والا گفتیم که سال گذشته محرم و کلن توی اردو بودیم، بعد قسمت شد برسیم خدمت شما. زنده خدمت امام حسین. من که ما اومدیم یه گوشه، خیلی چون شلوغ بود، خیلی شور و اشتعال، یه گوشه وایسادیم داشتیم سینه میزنیم. بعد یهو نمیدونم دست کی بود، یکی منو هول داد پشت. آقا پژمان بود. فکر کنم پژمان. من به آقا پژمان گفتم این بچه‌ها میخوان سینه بزنن، خب بیان این وسط. بعد یه بنده خدای اونجا داشت وسط میدون داریم که دست منو کشید آورد وسط. آورد وسط و دیگه واقعا نمیشه گفت چه حسی داشت. اولین بار بود همچین چیزی دیدم واقعا. از این همه جوون یادمه ای اهل حرم سینه میزدن، چه تصویری هم از اون شب ازت اومد بیرون. خب حالا تصویرش خیلی داستانش واسه من جالب بود. من خب ما که سینه میزدیم معمولا یکی از دوستانمون اون پشت فیلم میگرفت، مثلا به ما نشون میداد مثلا آقا اینجوری مثلا چه قشنگ سینه زدن این داستان. بعد من کوچولو بودم اون وسط، معلوم نبودم، دور همه ماشاءالله همه درشت بودن، همه تو فیلم بودن جز من. بعد رفتم شب بخوابم، دیدم سینم هم کبود بود این قسمت ها. بعد گفتم من این همه سینه دادم، یعنی یه فیلم از من نبیدم چه شکلی شده فلان اینا. شب خوابیدم، صبح بیدار شدم دیدم همه واسه من یه فیلمی فرستادن، یه فیلمی واسه من فرستادن. و بعد منم واقعا یعنی کاش یه درخواست بالاتری داشتم. الان فکر میکنم کاش میشه یه درخواست بالاتری میکنم. یه فیلم ساده بود و دیدم جواب دادی. آره من اصلا فیلم من دم سحر دیدم. من رفتم دیکه، اولا قشنگ شده بودیم یوندار اون شب. حالا میگم حسن آقا بود، من حواسم خیلی به جلسه بود، ولی شما یادم قشنگ جلوم بودی و چه شب تاسوها خوبی بود. یعنی من فیلم رو دیدم یادم قشنگ اون قسمتی که ذکر رو با ته اعماق وجودش داد زده بود خیلی قشنگ. آره واقعا بعد اون همه تاثیرگذار بود. آره داد زد حسین. بعد اونجا دیگه فرقی نداره دیگه، قهرمان المپیکی، بچه کارگری، پولداری، بچه وزیری، اصلا بره. فرقی یعنی تو دستگاه امام حسین. بله حس خوبی داشت خلاصه. کشتیگیرا گریه هم میکنن؟ بله زیاد. اردوها طاقت فرساه، یه مقدار سخته. ما هم از سنین کودکی، از سنین پایه
تو اردوها بودیم، از خانواده دور بودیم، از خواهر، برادر، پدر، مادر، و به قول معروف که اون احساساتمون خیلی زود. آخرین باری که گریه کردی کی بوده؟ آخرین بار من مادر بزرگم که فوت کرد خیلی براش گریه کردم، خیلی ناراحت شدم. بعد همیشه میگفت آخرها که مریض شده بود رو تخت خونه مثلا تو اتاق تنهاش میذاشتیم، برق خاموش میکردیم، میگفت یا به زبون مازندری میگفت یا ابوالفضل بچه من ترس من برق روشن آخریم، میگفت برق روشن کنیم، مثلا آقا ابوالفضل رو صدا میزد. بعد من پنشم قهرمانی تو دید؟ قهرمانی؟ بله قهرمانی ما دید. بله پنجشنبه بود و یه چیز دارم، پلاکارد دارم روش دعای از اومد بلا و با آیت الکرسی دارم، بعد به نیت مادر بزرگم اینو پخش کرده بودیم، اونو همیشه بعد نمازم میخونم. یه دفعه یادش افتادم، یاد این حرفش افتادم، که بعد یاد اون صحنه که گذاشتنش تو قبر رو، بعد مادرم داد میزد یا ابوالفضل نگهدار مادرم باش. بکنم بودن یه هفته پیش بود که عشق ریختم برای مادر بزرگم. خیلی گلا، من جدی میگم، حالا ما رفاقتمون از هیئت شروع شد و بعدم مجازی و من فیلم کشتی براش میفرستم، پریشب برای آره. فیلم فرستم، تا یه فیلم خوب میبینم براش میفرستم. حالا خودش خیلی کلام نداره، من متوجهم، خیلی جوان آگاهیه، مسائل روز رو متوجه میشه، یه موقعی غیر مستقیم برای اینکه میدونه الگوه و غیر مستقیم میپردازه، همینا رو من کامل متوجه میشم، پر از عاطفه است. ما حالا آرزو میکنیم دیگه، آرزوهامون هم همینجاست دیگه، یه شمع هم روشن میکنیم دم سقف خونمون که هر دوتایتون ایشالله طلای جهانو بیاریم. ایشالله ناراحت میشی چی آرومت میکنه؟ چیزی گوش میدی؟ چیزی میخونی؟ همون بچه ها هستن، بعد تنها کسی که بیشتر از همه تو آروم میکنه پدر مادرم. یه زنگ بهشون میزنم، حالا از راه دور یا نزدیک که باشم بغلشون میکنم، ولی خب زنگ میزنم معمولا. بعد تمرین میکنم، بعضی وقتا ناراحت میشم زنگ میزنم پدرم، همه این بار از رو دوشم برداشته میشه. حالا روز زنگ میزنم تقسیم کنم ناراحتی میدیم، پدرم از من ناراحت تر. اون جوونی که تو میدون و دوشک اونجوری میجنگه و خوب هم کشتی میگیره، بله آقاید ماشالله پهلوونه، اینقدر پر از عاطفه، قلبش مثل گنجیش میمونه. آقا یه بارم من خب گفتم قبلا با هم درباره کشتی، من دوست دارم واقعا کشتی، خود اطلاعاتم خوب، مثلا دو دفعه مثلا خیلی باخت و برای من بد بوده. حالا وقتی اینو برای خود اون شب شب تاسا برای حسن آقا هم گفتم که مثلا حالا ما وقتی تو روزه خیلی ناراحت میشیم و اینا، مثلا یه دونه هم میذاریم تو سرمون، میذاریم تو صورتمون، غیر ممکنه برای چیز دیگه یه اتفاق بیفته، چون عالم مثلا ارزش غصه خوردن نداره. یادم نمیره اون سال که تو اون دقایق آخر به تیلور با خسایی از من پیش مادر میشسته بودم رو موب محکم هم دوست بردم. یه بار دیگه هم که خیلی ناراحت شدم اون فیناله بود که آره خیلی غصه خوردم، یعنی یه موقعی دوتاست که، ولی ایشالله به حق امام حسین که دوشایتون طلا. کدوم شخصیت کربلا رو خیلی دوست داری؟ وارن من توی تعزیه هم، تو تعزیه رینه مثلا صحنه های غم انگیز زیادی وجود داره که خیلی اشک میریزن، یه جا هست من خیلی اشکمو در میاره، خیلی ناراحت میشم میبینم اون صحنه رو، اونجایی که امام حسین تو گوداله، بعد یه دفعه عبدالله امام حسن میاد، بعد میخوان امام حسین رو با شمشیر بزنن، دستشو میاره جلو. اون صحنه تو تعزیه رینه واقعا اشکی منو در میاره و لحظه ای که
قاسم ابن حسن دست داداششو میگیره، قبل از شهادت میده دست عموجانش، میگه خدمت شما. و امام حسین تو گودال میگه عبدالله چرا از خیمه اومدی بیرون؟ و شهادت حضرت عبدالله ابن امام حسن خیلی برای من ناراحت کننده است. شب پنجم محرم. بله. و شب عبدالله. دو تا پسر امام حسن شخصیت مورد علاقه من تو، یعنی رویت یتیم نوازیه. دو تا یتیم امام حسن. ای محمد شما چی؟ من گفتم دیگه رو دوبندم همیشه میزنم یا ابوالفضل. آقا ابوالفضل هم خیلی دوست دارم. حالا یه سری حرمش هم رفتی؟ بله بله. بله. عکس هم گرفتیم، گفتم ممنون بود ولی ما عکس گرفتیم. ما آقا محمد حسین همه جای دنیا تقریبا رفتیم، کل اروپا، آسیا یا آمریکا، همه جا رفتیم. شما قطعا بهتر از ما تجربه کردی. کربلا یه چیز دیگه است. اصلا انگار این دنیا نیست، مخصوصا بین الحرمین. آقا ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون الان، کشتیگیر سنگین وزن، کشتیگیر سنگین وزن بود. بعد از ناحیه لگن مصدوم، یعنی زیاد نمیتونه راه بره و آسیب بدی داره، یعنی یکم راه میره میفته. تو کربلا 3 ساعت صبح، 3 ساعت ظهر، 3 ساعت شب تا دیر وقت با من این مسیر بین الحرمین تا خیمگاه تا حرم آقا ابوالفضل، حرم آقا امام حسین، سرداب پیاده با من یه آخ نگفت. اصلا اون فضا انگار یه مسکنی بهش تزریق کرده بود تو ذهنش. و خود من همین که برمیگشتم هتل انگار دلم بین الحرمین بود، دوست داشتم برگردم اون فضا، اونجا بشینم، زیارت کنم، روزه گوش کنم. اون واقعا من تالو کربلا نرفته بودم، پدرم رفته ولی مادرم هم نرفتن. خیلی دوست دارم مادرم ببرم. آره. و از شخص آقای دبیرم خیلی تشکر میکنم که موجبات این سفر شدم برای همه ما. دیدی که میگن تا پدر نشی درک نمیکنی پدر بودن چطوره؟ تا کربلا آمادم نره نمیفهمه که اون خاک اصلا چه انرژی داره. ایشالا قسمتمون بشه با هم بریم. ایشالا مادرت هم ایشالا ببریم، سعادت داشته باشیم با شما بیام که نور علا نوره. ایشالا با هم بریم. ایشالا علی رضا کاربان رو بندازه من با هم بریم به جای مشتب و گلیت بایم برمن نهز کنیم دیگه. دوتاییتون طلا گرفتید؟ ایشالا بریم. من که امسال قصد دارم مادرم و ارطغرل شده ببرم. ان شاء الله قسمت بشه با شما هم سفر شیم. چند وقت دیگه از جهانیتون؟ حدوداً 2 ماه و چند روز دیگه، شهریور ماه. دو تایی طلا رو بگیرین و ان شاء الله. ان شاء الله. امیر جان که طلا، حالا ان شاء الله ما بگیریم. مدعی هم گوش میدی ام ماما؟ بله. چی گوش میدی؟ والا اونی که بیشتر از همه دوست دارم من ایرانم و تو عراقی شما بود، حس خوبی به ما دست میداد. تو اردو حالا شبای محرم بعضی شبا خودمون تو اتاق برق خاموش میکنیم، یه اسپیکر مدایی میذاریم، یکم سینه زنی میکنیم. چی گوش میدین؟ همه مدایی هر کی رو گوش میدیم بیشتر. حالا درخواستی بیشتر بچه درخواست من اون چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، اونو خیلی دوست دارم. چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست. اصلا میتونی تصور کنی زبونم لال یه وقت جلو چشمت بر مادرت اتفاقی بیفته؟ ما رفتیم توی فکر کنم سرداب بود، نزدیکترین نقطه به قبر امام حسین. خب من زیاد حالا میرفتیم مراسم سینه تا حالا گریه نکرده بودم. بعد حاج فریدون فکر کنم بشناسین شما. بله بله. حاج فریدون اومد اونجا واسه ما نوحه خون. بعد من تصور کردم، بعد با من تصور کردم خودم به جای اون شب انقدر گریه کردم اون رو اون شب. کنم اون به سمت گودال از خیمه دویدم من. آره، اینو خون خیلی غم داشت. آره، یادمه همه گریه کردن، یعنی واقعا اونجا فکر نکنم
کسی گریه به نکرده باشه. سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من، سر تو دوا بود سر تو رو بردن، شم جلوتر بود دیر رسیدم. فکر مونه اگه کربلا بودی چی کار میکردی؟ ای محمد تصورش سخت خیلی که من تو اونجا قرار بگیرم، ولی قطعا حالا جز 72 تا میشدم. میشدی؟ آره، هیچ وقت پا پس نمیذارم. شما چی ها مدرسه؟ همین سوالو چند وقت پیش یکی از دوستان از ما پرسید، بعدش هم گفت خیلی از ما مؤمن تراش و خیلی از ما قوی تراش برگشتن. من جوابم این بود که من آدم میام خودم که عزیزانم خیلی برام، یعنی خط قرمزم، بستگی به اون عشق و علاقه ای داشت که من به خاطر اون طرف باید اونجا میموندم به نظرم. و انقدر امام حسین عشقش قویه در وجود من، امیدوارم حالا اونجا که نتونستیم ولی برای امام زمانمون، امام وقتمون بتونیم سرباز خوبی باشیم. الهیام الهیام، چون صدای ما رو میشنوه. و حالا درسته ما به امام حسین، آقا استعبالفض، آقا امام رضا، آقا امیرالمومنین توسل میکنیم، ولی اوی که امام حی ماست امام زمانه، امام وقت ماست. خیلی هم میگن اگه ما کربلا بودیم، خب الان امام زمان است، بر امام زمان چی کار کنیم؟ دوست داری براش چی کار کنی؟ والا یه روز یه عزیزی به ما یه حرفی زد، گفت کاری که شما انجام میدین، یعنی ما، حالا من خودم رو نمیگم، من نوعی، ولی بزرگا قهرمان ها انجام میدن، خیلی دیده بیشتر دیده میشه نسبت به بقیه. یعنی باید محکوم باشیم به خوب زندگی کردن، یعنی باید ما خوب زندگی کنیم، خوب دیده بشیم حداقل، که نسل بعد از ما تصورات بدی از زندگی نداشته باشن و راه خوبی رو پیدا کنن. به نظرم این میتونه یه امر معروف قشنگ باشه و ذره‌ای بتونه دل امام زمان رو شاد کنه. دوست داری براش چیکار کنیم؟ خب تا حالا بهش فکر نکردم، به این موضوع حقیقتش، ولی می اومدن بزرگایی که تو اردو می اومدن به قول امیرحسین که گفت، همیشه این حرف رو با ما می زدن که کارتون بزرگ، ولی امیدوارم که بتونم مثل انسان رفتار کنم، مثل انسان زندگی کنم. و همیشه هم میگم دوست ندارم آزارم به کسی برسه، شاید رسیده باشه چنجا، ولی دوستم هر روز اصلاح باشم، دوست دارم این مسیر رو ادامه بدم. این منظورش اینه اگه درست زندگی کنه آقا خودش ازش راضیه، یعنی امام زمان. ما که فکر نکنم قسمت بشه تو یارای امام زمان باشیم، از ما خیلی بهتر هست. انشالله هست، الگو خوب برای جوانامون باشیم. آرزو چیه امیر محمد؟ من آرزوم تو زمین ورزش نیست، آرزوم کلن ورزش هدف دارم، یعنی برم میتونم به همه چی میرسم تو ورزش اگه بخوام، ولی هدف تو ورزش چیه؟ هدفم تو ورزش اینه که بشم قهرمان المپیک و این قهرمانی رو چند بار تکرار کنم. و آرزومم اینه که هیچ وقت غم از دست دادن عزیزامو نبینم. آرزو چیه امیرحسین؟ خب آرزو ورزشی همینطور که امیر جان گفتم، بالاترین حد موفقیت تو ورزش میتونه قهرمانی المپیک باشه، امیدوارم بتونم بهش دست پیدا کنم. و تو زندگیم امیدوارم که آینده خوبی داشته باشم و عاقبت به خیر بشم و هیچ وقت شرمنده پدر و مادرم نشم، همیشه از من راضی باشن. و امیر
محمد شما چه بخوای چه نخوای در سن 21 دو سالگی الگویی، به عنوان یه الگو فرقی نداره، خدا خواسته که تو در این سن تو این جایگاه باشی. یه خورده با جوانامون صحبت میکنی؟ نه، من همه همسن و سالای من، شاید بزرگتر شاید جوانتر، همه جا توی بره از زمان به ناامیدی رسیدیم و شاید فکر کردیم این آخر مسیره، ولی خودم به شخصه معجزه هایی دیدم که اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت نباید ناامید شد، همیشه باید ادامه داد، حتی اگه زمین هم خوردی دستتو بذار رو زانواتو بلند شو. و امیدوارم که اول هیچ کدومتون ناامید نشین از زندگی، دوم اینکه مصمم و قوی ادامه بدین. الهیام امیر حسین جان، شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه جوونا و همونطور که گفتم به دنبال مسیر واقعی اسلام و شیعه بودن باشین، هیچ وقت دلخور نمیشین و امیدوارم که پدر و مادراتون همیشه ازتون راضی باشن. همه برکت زندگی از رضایت پدر و مادره به نظر من، و آرزوی عاقبت به خیری برای همه جوانا مردم. اگه بخوای جوانا رو امر به معروف کنی چی میگی؟ والا خودم رو در اون حدی نمیبینم که بخوام. اصلا خودت به عنوان جوان دوست داری چجوری باید برخورد کنن؟ من فقط میخوام بگم ایمان قوی و معرفت و انسانیت میتونه خیلی تو زندگی بشه. با جوانامو مدارا کنیم. بله. شما آقا محمد. من اولا که جوانای ایرانی رو تحسین میکنم و ما دیدیم توی واقعه کربلا 72 نفر جلوی این همه لشکر وایستادن، درستن تسلیم بشن جلوی ظلم، ولی حاضر به تسلیم شدن نبودن. و چیزی که دارم ازش اینه که جلوی ظلم هیچ وقت سر خم نکن. تو اردو به هر حال عقاید مختلفی دارین دیگه. بله. طبیعیه دیگه، هیچ دو تا آدم مثل هم نیستن، چه برسه حالا شما حسنه هم چند نفرین تو اردو؟ نزدیک 20 نفر، درسته؟ خب تفاوت دارین عقایدتون با هم، چجوری با هم همزیستی میکنین؟ از ظواهر و اینا همو قضاوت میکنید یا نه؟ اونایی که بزرگترن به کوچیکترا راهنمایی میکنن، کمک میکنن، و کوچیکترا سعی میکنن که از بزرگترا الگو برداری کنن. ولی خب من خودم به شخصه اینجوری هم، اگه ببینم داره به عقایدم، به اعتقاداتم، تفکر اشتباه نسبت به اعتقاداتی که دارم ببینم، شاید ناراحت بشم، دلخور بشم و برخورد کنم، شاید اشتباه بشه، ولی من اینجوری هم. جلده که همیشه موفق باشین. نظرم کردیم کنار این سقاخونه محلا که دست پر، سه ماه دیگه انشالله طلای جهان رو سینه‌تون باشه. اون طلا مهمه، هدف تلاش داریم براش میکنیم، ولی اینکه شما یه مدال بزرگی به سینه‌تون، اونم مدال محبت امام حسینه. و ما امشب خیلی صفا کردیم خدمت شما. خدا امثال شما جوانا رو تو کشورمون زیاد کنه، الگوهای خوب، حور، آزاده، سربلند، صاحب فکر، صاحب تفکر. و از خدا میخوام که ایشالله روز بعد نبینن هیچ کدوم از جوانای ما. زیاد مدال گرفتین و ولی خب فکر نکنم هدیه ارزشمندتر از این باشه تربت امام حسین و سنگ حرم حضرت یادگار بمونه. آمین. آقا متشکرم، دست شما درد نکنه. زنده باشین. آقا خیلی ممنون. زنده باشین. بفهمه. یه شب خوب دیگه از محلا گذشت. یاد کنیم از همه پهلوانامون، پوریای ولی، آقا تختی، همه اونایی که تأسی گرفتن از سرور و مولا و سالار جهان آقا امیرالمومنین. امشب از خدا بخوایم که
هیچ پدری شرمنده اولادش نباشه. از خدا بخوام که همه جوانامون عاقبت به خیر باشن. از خدا برای همه مردممون خوبی بخوایم، برای همه مستضعفین جهان خوبی بخوایم. شاکریم، مثل هر شب میگیم اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، اللهم عجل ولی کل فرج. ممنون از محبتتون. یا علی مدد. چیزی ندارم حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. زینب عبدالله سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. همه گریانن جز نوکران تو، در روز محشر ز تو میخواهم ای شاه بی سر، گردم محشور با ساقی لشگر. با عبدالله سالار زینب، سالار